شمال خراسان بخشی داشتیم به نام خودبند. بخشی خودبند اصل بخشی بودن. اینا باید خودشون شعر یه اتفاق می افتاد. بر اساس موضوع روز جامعه اینا کار می کردن. یه اتفاقی می افتاد. عاشقانه، سیاسی، هرچی. می آمدن فوری اونو داستان می کردن. موضوع اجتماعی بود. مثلا طرف رفته بود، یه دامادی رفته بود کوه، طبق رسمی که اونجا دارن مثلا برای شکار فرض کن. یه رفته بود تو کوه مثلا، یه زمستون هم بوده، رفته بود یه شکاری بگیره بیاد خونه مثلا مهمونا رو شاد کنه. زیر برف بمیره. یه تبدیل به یک ماجرای عجیب غریب میشه. خب این بخشی رو دعوت کردن حالا برای عروسی این آدم بخونه دیگه. خبر میدن به بخشی. کی؟ علی بابا رستمی، که من موقعی که آوردمش تو جشنواره موسیقی آیینی 1380 فیلمشو دارم. به من گفت آقا من 25 سال رنگ گوشت ندیدم. فرش کف خونش یه پتویی بود که به زمین چسبیده بود. میگی میگی مدیریت فرهنگی؟ میگم ندیدم، همینجاست، فیلماشو دارم. بعد خیلی جالب، این آدم نشسته اونجا تو عروسی، یهو این خبر رو بهش میدن، غم زده میشه، یه ترانه میسازه. این ترانه رو الان میخونن، هیچکی نمیدونه علی بابا ساختش. یکی از معضلات فرهنگی در جامعه ماست. ماما ماما تیر ماما 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 لجیه ماما تو کوه موندم، تو سرما موندم. خیلی قشنگه ترانه، امروز میخوننش، نمیدونن کی ساخته. موضوعیت قصرم پیرمردا فقط بلدن. دو تا نسل بعد فراموش میشه. خودش ساخته، خودش خونده، خودش با همه احساس و فلان و بعد فراگیر شده. انقدر مهم بوده که فراگیر شده، مثل یک سوگنامه بزرگی. دلم علی گور ببینه یلی لی 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 آخ چیا ببلی آرهل تی لی لی جبر مدینه کس نبینه آخ ماما ماما لچیه ماما 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 لچیه مامای هرای هرای و هرای چه ما خود ساد در دندامای من جوانی خدا سرتن عمر من بوید سم مامای آخ عهد منو لیتت سم مامای